سلام. در این روزها همه جا خبر از توافقنامه امنیتی میان کابل واشنگتن به گوش میرسد. اما چگونگی امضای این توافقنامه مخالفان موافقان خود را دارد. در کشوری که دست کم اتهام زدن و شعار دادن خیلی ها به یک امر معمول مبدل شده است، هستند افرادی که موافقان امضای این توافقنامه را مزدور آمریکا خطاب می کنند و مخالفانش هم جاسوس پاکستان و ایران. اما در نهایت این که اساسا نیاز به امضای همچو توافقنامه میان دو کشور چیست و چه راز و رمزی در مورد چگونگی موضع‌گیری های کابل واشنگتن در مورد توافقنامه امنیتی میان این دو کشور وجود دارد، سوال هایی است که آقای عتیق الله بریالی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان، در پرسپال کنونی پاسخ میگد. سپاسگزار آقای بریالی از حضورتان. بذارید به عنوان یک سوال کلی تر آغاز بکنیم، چرا اساسا توافقنامه امنیتی میان دو کشور؟ اساسا توافقنامه امنیتی چی هست و به چه هدفی اینا در واقع انجام میشن؟ توافقات در واقع در اساس توافقات استراتژیک دو کشور و اساس منافع مشترک دو کشور تامین میشن و در واقع توافقات امنیتی جزو از توافقات استراتژیک میباشن. گاهی میتونه توافق استراتژیک آری از توافق امنیتی بوده باشد، اما توافق امنیتی اگر شامل توافقات استراتژیک میشه، این در واقع عمق منافع مشترک و رابطه مثبت نشون میده. اما این توافقات چیست؟ یا در واقع رابطه های امنیتی و نظامی و اطلاعاتی کشورهاست برای اهداف مشترک یا هدف مشترک خاص. و این چرا منعقد میشه؟ کشورها خاطر تقویت عنصر امنیت ملیشون و خاطر رشد و توسعه امنیتشون چه در منطقه و چه در سطح جهان معمولا به این گونه توافقات میپردازن. حالا این بستگی به این داره که چگونه ویژن ها مشترک میباشه ما بین کشورها. مثلا میبینید ما بین کشورهای اروپایی، چه در سطح ناتو، چه خارج از ناتو، وزلای متحده امریکا یا همینطوری کشورهای جنوب شرق آسیا با چین یا کشورهای پرقدرت دیگر، اینا به اساس ویژن های مشترک به این توافقات میرسن تا امنیت خود را تقویت بکنن. حالا چه به شکل صرفا توافقات دو جانب می باشه یا چند جانبه می باشه و همونطور که در ابتدا گفته شد به اساس منافع و در جغرافی های متفاوت. بگذاره تالا مشخص تر در مورد توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن، چه هدف مشترک بین این دو کشور وجود دارد که نیاز به این باشد تا توافقنامه به امضا برسد؟ خب اساسا هدف مشترک از جنگ مشترک علیه تروریسم و تهدید مشترک از حراس افغانی این دو کشور به هم نزدیک ساخت و بعد از 11 سپتامبر 2001 آمریکا در واقع توجه به افغانستان کرد. و از اینکه تا به حال تا سال 2014 اینا به اساس توافقات قبلی در واقع هر دو طرف متحد بودن، مثلا از لای متحده آمریکا و نیروهای ناتو در چارچوبات همون موافقات مصاحبات شورای امنیت و توافقاتی که ما بین دولت افغانستان و ناتو صورت گرفته و در جنگ علیه تروریسم وارد جنگ و محاربه بودند. اما از اینکه بعد از 2014 در واقع نقششان تغییر میکنه، به تبع از این وظایفشان و قوانینی که حضور اونها را در اینجا تضمین میکنه از هر دو جانب تغییر میکنه. بنابراین دولت افغانستان و آمریکا و سایر کشورهایی که در عرصه هم فکر هستند میرن به دنبال انعقاد قراردادهای مشترک تا وضع حقوقی، قضایی، قانونی و میزان تعهدات دو جانبه و چند جانبه را در اوج در واقع تثبیت بده. آقای بریالی، هر از گاهی یک سوال در ذهن همگان خطور میکنه. زمانی که موضع‌گیری های کابل را در برابر چگونگی عملکرد آمریکایی ها مشنوین، یا زمانی که آمریکایی ها را نو نگاهشون را در مورد چگونگی تعریف از حراس افغانی یا تروریسم مشنوین، این سوال به میان میاد. تایا هنوز هم زمانی که ما میریم به طرف امضای توافقنامه امنیتی میان دو کشور، دیدگاه مشترک و تعریف‌های مشترک از تهدید مشترک میان دو کشور وجود داره یا خیر؟ خب البته نمی‌شود گفت که کاملا نه، اما در یک نقاط مشترک و نقاط اختلافی وجود دارد. مثلا بحث تروریسم یک تعریف مشخص ندارد. در تروریسم در اثار مختلف و از نگاه‌های مختلف تعریف از اتفاق کرده و حالا هم حتی در همین قرن 20 و 21 کشورها به اساس مصالح خودشان و به اساس تهدیداتی که مواجه هستند اینا تروریسم تعریف می‌کنند. با پوزش همینجا یک نقطه، آیا طالبان به عنوان یک گروه حراس افغان و به عنوان دشمن مشترک افغانستان و ایالات متحده آمریکا فکر میکنه مطرح است؟ البته او طوری که صرف نظر از اینکه از دید بنده آیا این دشمن مشترک اینا هست یا نه، اما موقف رسمی از لای متحده آمریکا بعد از 2014 ایست که دیگه طالبان رو دشمن خود نمیپندارن و این دولت افغانستان هست که در واقع به دنبال خصومت دشمن است. البته در این عرصه نه صرف حکومت اوباما بلکه آقای کرزی هم از مشوقین این تعدیل و این تفکیک بود و به همون خاطر بود زمانی که آخرین سفری که آقای رئیس جمهور به امریکا داشتن استقبال کردن از
او متنی که آقای اوباما گفت که دیگه از این به بعد ما با طالبان درگیر جنگ نمیشیم. و او از میانه سال 2013 آغاز و تا مدت‌های نامعلوم احتمالاً دوام خواهد کرد. بنابراین ما در این عرصه دشمن مشترک ما که تا دیروز طالب و القاعده بود و امریکا و افغانستان هر دو پذیرفته بودن، امروز این خط تفاوت به وجود میاد. اما از نظر من دشمن درجه که ما طالب است و دشمن دوم القاعده. القاعده یک تهدید برای حیثیت ملی و منافع ملی و وحدت ملی ما در او حد نیست که طالب است، در حالی که امریکایی ها خلاف از این تصور میکنند. پس همینجا یک تفاوت وجود دارد دست کم؟ به صراحت. آقای بریالی، بگذارید حالا بیاییم وارد مسائل روزه که هر از گاهی در مورد جرگه مشورتی روی توافقنامه امنیتی میان کابل واشنگتن و نوع نگاه رئیس جمهور. اما پیش از همه چه تفاوت میشه بین حضور نیروهای آمریکایی امروز و پس از 2014 در چوکات توافقنامه امنیتی میان کابل واشنگتن میشه حس کرد؟ که اساسا اگر توافق در واقع تصویب و امضا شد، البته همونطور که در ابتدا گفته شد، پس از 2001 تا به ختم 2004 نقش آمریکایی‌ها بر محوریت جنگ تمرکز دارد و این نقش 2014 دفتر تا 2014 بخشین و این نقش بر اساس مصوبه شورای امنیت برشان داده شده و در حالی که دولت افغانستان طی دو قرارداد محوری، یک در سال 2003 که همین بحث مسئولیت قضایی سربازا و منصوبین امنیتی و عسکری آمریکایی را در واقع تضمین کرد و دو در سال 2005 در اعلامیه مشترکی که ما بین بوش و آقای کرزی صورت گرفت، البته در سطح دو تا دولت، در ایجه در واقع آزادی عمل آمریکایی‌ها را اینا تثبیت کردن و آمریکایی‌ها در چارچوبات همین دو اصل، مسئولیت قضایی و آزادی عمل در جغرافیای افغانستان تا حال به وظایف جنگی خود عمل می‌کردند و سال 2014 به بعد اونطور که در جزئیات این قرارداد ذکر شده، آمریکایی‌ها دیگه وارد محاربه نخواهند شد و اونا به دنبال تروریسم خواهد بود و تعریفشان هم از جنگ فرق کرده و در واقع او عملیات‌های مشترک است ما بین دولت افغانستان و آمریکایی‌ها در مقابله با تروریسمی که اونا تعریف کردند و متحدین القاعده. البته در عرصه جنگ علیه طالب ها و عناصر مختلف او، امریکایی‌ها در واقع به حمایت های لوجستیکی، حمایت های آموزشی و مشورتی میپردازند که این نقشه در واقع پس از سال 2014 با قوت تر خواهند داشت. بنان تفاوت گذشته با حال چیست یا برای آینده چیست؟ در گذشته یک جنگ تقریبا کامل داشتند، در حالی که پس از سال 2014 اینا صرفا به عملیات های حمایتی خواهند پرداخت. آقای بریالی، در پهلوی زو زمانی که شما میایین میگین که نوع نگاه کلیمون باید نسبت به امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه باشه که اهداف مشترک، تعدید مشترک و منافع مشترک دست کم حد اکثر شکل بگیره، اما زمانی که رئیس جمهور میگه که خوب اعتماد لازم بین ما و آمریکایی ها وجود نداره و میگه که ما یقین دارم که ثبات افغانستان، تامین ثبات در افغانستان به دست آمریکایی ها و بعدش هم پاکستانی ها است، این سوال به میان میاد که هنوز هم فکر میکنند که حضور آمریکایی ها در چوکات توافقنامه امنیتی میان دو کشور بیشتر با شک و تهدید هم رو است؟ اساسا او طوری که من از صحبت های رئیس جمهور دریافت کردم، رئیس جمهور نگفت که فضای بی‌اعتمادی ما بین ما و آمریکا، گفت بین شخص وی و آمریکا و هر دو طرف به هم دیگر اعتماد ندارن، صرف نظر ما یا من. اما این پیام خوبی نبوده. ببینید اگر ما یک تفسیر روانی از صحبت های رئیس جمهور در افتتاح لوی جرگه داشته باشیم، رئیس جمهور در واقع در یک تضاد ما بین عقل، احساسات و عقدهش نسبت به امریکایی‌ها در واقع در نوسان بود. عقلش حکم میکرد که قرارداد و این رابطه به نفع است، اما احساساتش او را به یک نوع انتقام گیری های لفظی و در نهایت هم دیدیم که در صحبتش گفت که ایرا بعد از انتخابات امضا خواهد شد. بنابراین ما نمیتونیم صرف سر حرف رئیس جمهور تاکید کنیم، چرا میتونه به انگیزه مختلف باشه، اما عملکرد رئیس جمهور اوطوری که حتی در لویه جرگه هم مشخص بود، به استثنای این بند آخر، در واقع یک نوع حمایت از تعامل با محوریت آمریکا و کل جهان، خاصتا ناتو و کشورهای منطقه بود. حالا در کنار از این، بدور از اون نوع نگاهشون که بیشتر شما فکر میکنید که در تناقض بین احساسات و عملگرایی رئیس جمهور است، واقعا فکر میکنید که آنچه که آمریکایی ها زیر نام بارزه و عرصفگنی پیش میبرند یا آنچه که به عنوان دست کم متحد بودن افغانستان مطرح میکنند بر اساس یک سیاست واقع بینانه است؟ یعنی هیچ گونه
سیاست دوگانه وجود نداره؟ خب اساسا سیاست واقع‌بینانه رو تفکیک بکنیم با سیاست دوگانه. واقع‌بینانه اگر می بود اینا ابتدا فارغ از یک استراتژی وارد شدن و تصور کردند که طالب‌ها رو شکست دادن، نابود کردن، در حالی که طالب‌ها در واقع عقب‌نشینی کرده بودن، رهبری، ساختار، انگیزه، ایدئولوژی، منابع و همه امکانات خود داشتن، مجددا برگشتن. او در وقتی بود که اینا غیر واقع‌بینانه رفتن به سمت عراق و فرصت خالی دادن کردن به پاکستانی ها. و زمانی که در آخر امر جنگ شروع کردن، در واقع طالبا به یک نوع قوتی رسیده بودن که دیگر استراتژی را خود تعریف میکردن، تاکتیک خود تعریف میکردن و سطح میانیشان قوی شده بود و امکانات برگشت و نابودیشان تقریبا منتفی شده بود. خب این بحث واقع بینانه نبوده دیگه. و حالا هم که میبینیم خطر برگشت طالبا بعد 2014 با قوتش باقی است. بحث درویش که متکی به تئوری توته است، او در واقع که گفته میشه امریکایی‌ها و متحدینشان برای اهداف فراتر از افغانستان آمدن، صرف نظر از این که اهداف اولیشان چی بوده که شکی نیست امریکا در سال 2001 در اوج قدرتش بود، اما از این که با موانع مواجه شد، به نظر من در واقع او اهداف کلان خود فعلا تعدیل کردن و از جغرافیای افغانستان صرفا با یک هدف سلبی که افغانستان تبدیل به پایگاه تروریستی مجددا نشه که غرب و کشورهایشان در داخل تهدید بکنه حضور دارند. و تصورشون نیست که ظرفیت این منطقه و ظرفیت این کشور با بیشتر از این است. محاذا اگر ما به استراتژی کلان امریکا نگاه بکنیم، در واقع امریکایی‌ها دارن فعلا از آسیای میانه، از شمال جنوب هند، از اینا در واقع صرف نظر میکنن، بیشتر تمرکز خود به شرق آسیا، خاصتا پس از رشد و ظهور روبه سرعت چین به اون معطوف ساختن و تقویت حضور نوهایشان و قایبریشان در منطقه و بهار عربی که در واقع حقوق و حضور امریکایی ها را به چالش کشیده. بنابراین صرف نظر از اینکه در اون زمان ممکن است چنانچه رفتن به عراق همزمان به اهداف متعددی را میخواستند دنبال بکنن، حضورشان در منطقه بیشتر تقویت و تداوم ببخشند، اما حالا به نظر من با نظر گرفتن اینکه ظرفیت هایشون پایین اومده، رکود اقتصادی، مخارجشان و عدم علاقمندی مردم به جنگ و ظهور قدرت های جدید، اینا در واقع در یک موقعیت دفاعی تر و با یک اهداف محدودتر در این کشور حضور دارند. حالا اگر دست کم بخوایم بفهمیم هم که پس از 12 سال حضور آمریکایی ها در افغانستان، فکر میکنید هنوز هم پس از سالهای 2004 2005 یا هم 2006 و درک واقعی بینانه تر نسبت به وضعیت افغانستان آمریکایی رسیدن؟ خب اساسا همین که استراتژی که آقای اوباما در ابتدا هم اعلام کرد استراتژی خروج بود و از همون زمان شخص من تصور و تشخیص کردم و از همون زمان معلوم بود که وقتی شما ختم جنگ اعلام میکنین به اساس مصالح و معیارهای سیاسی داخل کشورتان که هزارها کیلومتر فاصله داره، نه به اساس مصالح جنگ، در واقع این واقعی بینانه نیست، خروج اینها واقعی بینانه نیست، یا هنوز و ظرفیت برای یک مقابله مستقل به وجود نیامده که در اون صورت باید می بودن، و یا ای که تداوم می بخشیدن حضورشانه، جنگشانه در داخل و از جانب دیگری هم فعال فشار بیشتر می کردن به پاکستان، در حالی که هیچ یک از این کارها را نکردن. بنابراین این وضعیت نمیشه یک وضعیت واقعی بینانه گفت، در واقع یک وضعیت انفعالی است که از جانب طالب ها حداقل تفسیر شکست میشه، در صورتی که امریکایی ها اگر می تونستن به یک توافق سیاسی با پاکستان و با طالبان می رسیدن و در یک آتش بس یا در یک برنامه وضعیت در صلح از افغانستان خارج می شدن، در اون صورت می شد گفت که اینا در واقع به یک وضعیت منطقی رسیدن یا به هدف منطقی رسیدن، در حالی که اونطور نیست. طالبان درگیر جنگ هستن، دارن در واقع خود آماده می کنن برای برگشت و پاکستانی ها هم استراتژی خود تعدیل نکردن و امریکایی ها ظرفیت تداوم جنگ با اون مخارج بیش از 100 میلیاردی دیگر ندارن. خب این خود در واقع فرصت میته به کسانی که زنده میکنه. حالا اگرچه نمیخوایم بیشتر متمرکز به اون سوالهایی که فردی میشه از شما بپرسم، اما دست کم فکر میکنید پس از 2001 جبهه متحد و شخص شما یا دیگرهایی که دست کم در سکتورهای امنیتی در اون زمان در رأس قرار داشتن، تا اکنون هم یعنی بعد پس از شما هم نتونستن این ذهنیت را برای آمریکایی ها بتن نسبت به وضعیت موجود افغانستان و تغییر نوع نگاه کاخ سفید نسبت به مسائل افغانستان؟ اساساً یعنی چی تو تشویقشان نکردن یا ترسیم نکردن واقعیت افغانستان، که البته دو تا عامل میشه همزمان برشمرد. یکی عامل وضعیت افغانستانه که افغانستان در واقع در یک وضعیت جدید قرار داشت، در واقع دولت ملی را جدیداً به وجود آورده بود و مؤسسات ارگانیزیشن‌های مختلف بین‌المللی به اهداف متفاوت آمده بودند و خود آمریکایی‌ها هم به هدف
دولت سازی با برنامه صلح سازی آمده بودند که در واقع نفی مجاهدین بود. بنابراین مجاهدین در واقع در یک موقف دفاعی قرار گرفته بودند، تعداد از رهبرانشان موذوی و تعداد دیگرشان هم در واقع در یک موقف پسیف، که البته شکی نبود که ایجاب میکرد که اینا با قوت امریکا رو متوجه بسازند، که نشد. اما از جانب دیگر هم امریکا هم در یک وضعیت ناگهانی به افغانستان آمد، فاقد یک استراتژی، در حالی که نکنزرواتیف هایی که در سال 98 در واقع پلتفرم خود ترتیب کردن شامل آقای خلیزاد، اینا اولویتشان حمله یا به عراق بود یا به ایران، ناگهان از اینکه از جغرافی های افغانستان اینا مورد تحت قرار گرفتن آمده، اینا اینو فاقد استراتژی بودن، به همون خاطر به دنبال رفتن به عراق بودن، میخواستن از هر دو فرصت استفاده بکنن که متاسفانه هم چانس و اختیار طالبا قرار گرفت و هم مجاهدین تضیف کردن. این اشتباهی را که اینا در عراق انجام دادن، مثلا یک دولت بالنسبه ملی را از هم پاشاندن، یا مثلا اردوی بعثه که متشکل از نه صرفا بعثه، یک اردوی ملی هم بود، این را از هم پاشاندن و خلل برای گروه های چون رو افراطی مذهبی در واقع خواستن تشیع به وجود آوردن، این اشتباه را در اینجا کردن، مجاهدین واقعتا افغانستان را دست کم گرفتن. مثلا یکی از اون موارد در واقع جمع‌آوری منطقی و هوشمند اسلحه بود که تعداد از مجاهدین با جذب اردو می شدن، جذب سکتور خصوصی و دولتی می شدن، که متاسفانه او کار صورت نگرفت، خلای را به وجود آوردن در حالی که هنوز هیچ برنامه مشخصی برای ساختن مجاهدین رفتن، کسایی که در جبهات جنگ جنگیدن دیگر، مجاهدین ما کسایی که در رأس هستن فعلا، مجاهدین ما یک تعریف داریم که عام کسانی که در واقع در جهاد شرکت داشتن، اما نه کسایی که در رأسش بودن. البته که پیشتر در مورد رهبران اشاره کردم که یک تعدادشان منزوی شده بودند، به فکر دفاع خود بودند، یک تعداد دیگه هم در موقف پسیف و در واقع بلیگوی بودند که نتونستن یک طرح استراتژی ملی را باز هم در مورد توافقنامه امنیتی، زمانی که رئیس جمهور از امضای این توافقنامه پس از انتخابات صحبت میکنه، دست کم شما را به این باور هستن که آمریکایی ها و شما را در افغانستان شگفتی زده ساخت. پس از میان برنامه کوتاه از آقای بریالی خواهیم پرسید که رئیس جمهور چه میخواهد. با پرسپول باز هم خوش آمدید. گفته های رئیس جمهور در مورد امضای توافقنامه امنیتی میان کابل واشنگتن از سوی خودش پس از انتخابات ریاست جمهوری شک و تردید و گمانه‌زنی را نسبت به چگونگی نو نگاه رئیس جمهور به میان آورد و حتی شما را به این باور هستند که کاخ سفید را هم شگفتی زده ساخت. رئیس جمهور چه می‌خواهد؟ آقای بریالی، اگر مشخصا تمرکز بکنیم سر همین تعلیق یا طولانی ساختن برنامه امضای قرارداد استراتژیک و حتی امنیتی و حتی مذاکراتش، در واقع هدف قای شما هم همی هست. اساسا در کشورهایی که به انتخابات رئیس جمهور یا صدر اعظم انتخاب میشه، اونا در سالهای آخر و ماهای آخر حکومتشان یک نقش ضعیفتر و پسیفتر می داشته باشند، در حالی که آقای کرزی تصور میکنه که اگر با این نقش طبیعی ضعیفتر عمل بکنه، آیندهش به خطر میفته و بسیاری از اهدافش در واقع نمیتونه اعمال بکنه. به این خاطر ای به دو پروژه بزرگ ملی خود در واقع چسبیده و میخواد هر دو را در گرو خود داشته باشه. یکی توافق امنیتی با آمریکاییاست که در واقع با گروگان گرفتن و با فشار دادن زیاد در واقع بتونه قدرت چنه زدن، قدرت مطرح شدنش در رابطه ما بین افغانستان و امریکا حفظ بکنه، و بحث دوم هم انتخابات است. حالا تصورش ایست که اگر با این توافق به سرعت بپردازه، در اون صورت دیگه ابزار برای از این که نقش خود برجسته بسازه در این روابط و بعض بتانه در انتخابات اعمال اثر بکنه و برای بعدش ظاهرا تضمین هایی بخواه نداره، و او خاطر است که این آدم در این عرصه تقریبا تعلل و سوال بحرانسازی میکنه، و این برمیگرده به طبیعت خود آقای کرزی هم که یک بحرانساز بوده و اکثریت نگاهش نگاه استراتژی محور نه بلکه فرد محور و منفعت محور بوده، یا برای خودش یا برای خانوادش و یا هم برای تیمی که در واقع حرف شنوی از این بوده باشن. صرف نظر از این که نیات آقای کرزی چیست، اما فکر میکنم در این قسمت آخر احتمالاً فشارهایی که برش وارد شود به صورت تر و به صورت معقول تر باید تصمیم بگیره. آقای بریالی، در پهلوی زو رئیس جمهور میگه که خوب من در کلیتش موافق امضای توافقنامه بین کابل واشنگتن هستم، اما میخوایم پای اینها را ببندم و پیش شرط هم دارم، پیش شرط تامین ثبات و امنیت در افغانستان و برگزار شدن شفاف انتخابات. حالا سوالی است که چقدر شما زمانی که میایین در قالب توافقنامه های راهبردی فکر میکنین و کوچکتر از توافقنامه امنیتی، مطرح نمودن این چنین مسائل میتونه جا داشته باشه؟ اساساً یه به یک
دو تا نگاه در واقع حرفا گفته میشه. یکی نگاه عوام فریبانه است برای که در واقع یک مشروعیت در اسخانامه به دست برن. دو نگاه فرافکنانه است در حالی که محور تقلب حداقل در دو دوره گذشته شخص خود آقای کرزی و تیم همراهش در همین حکومت بوده و آمریکایی‌ها تمایل چندانی هم برای مداخله نداشتند. اما با پوزش اگرچه رئیس جمهور نخواست گفت که نمیخوایم به گذشته برگردم، انتخابات 2009 چیزهای را شما هم باید داره. البته که داریم و ما ادعا را صرفا از جانب آقای کرزی شنیدیم، در حالی که آقای کرزی صندوقهایش مصادره شد و آقای کرزی در واقع محور تقلب بود و حتی حاضر نشد تعدیلات در سطح حکومتش در بین او و اعضای کابینه‌اش یا او بخش قضاییش که در این عرصه همکاری کردن به وجود بیاره و در نهایت هم آمریکایی‌ها حمایت کردن. این برگردیم سر از اینکه آقای کرزی در انتخابات پس به دنبال چیست و آقای کرزی چرا این شفافیت انتخابات امضا را در واقع به تعویق میندازه. این برای زیست که در طول همین مدت خاصتا از زمانی که آقای اوباما به ریاست رسیده و دور دوم ریاست جمهوری از این در واقع آغاز شده، بسیاری از اهدافی که فرد محور منفعت محور برای زی بود از جانب آمریکایی‌ها حمایت نشده و میخواد با این انتقام به این قضیه نگاه بکنه. متاسفانه در تاریخ افغانستان تنها آقای کرزی نبوده، استثنات کم بوده که با یک نگاه استراتژی محور منفعت ملی محور میدیدن، بلکه تعداد زیادی از مسئولینی که در جایگاه آقای کرزی بوده همین گونه سیاست رو دنبال کردن. بنان برای شخص من با نظر گرفتن تجربه که در 12 سال از ایشان به عنوان یک شهروندی کشور دارم غیر قابل پیش بینی نبود، اما قابل یادآوری است. حرفای ضد آمریکایی و منتقدانه علیه آمریکایی‌ها بیشتر حرفای سرزبانی هست، در حالی که آقای کرزی هیچ اقدامی را برای ضد آمریکا نکرده. تیمش کاملا آمریکایی است و موافق نظر از اونها تا حال هیچ کسی را متهم به جاسوسی یا همکاری با آمریکایی‌ها یا اینکه خلاف مسائل ملی در جهت همراهی با آمریکایی‌ها عمل کرده تا حال یادم سلب نکرده و قدم به قدم هم موافقت با آمریکایی‌ها پرداخته. مثلا در این بحث قرارداد امنیتی سه مورد آقای کرزی مدرک کرد: مسئولیت قضایی که چیزی که آمریکایی‌ها گفت در نهایت پذیرفتن، تهدید خارجی بعد در نهایت ما دیدیم که تغییر ماهوی نکرد، و سوم هم بحث همی تلاشی خانه ها که دیدیم یک تغییر ماهوی درش نیامد. حتی آقای کرزی همی قرارداد امنیتی را که فعلا اگزیکیتیو یا اجرایی است که التزام ایجاد نمیکنه، هیچ طرف ملزم به رعایت دائمیش نمیکنه، همی را تبدیل به یک ادمنستریتیو یا اداری نتونست بسازه و این خود نشان میده که قدم به قدم عرافی میکنه، اما در نهایت طرف آمریکایی است که آقای بریالایی فکر میکنم که از شما که خوبترین سوال را کسی دیگه نمیتونه پاسخ بگه. چرا اصلا افرادی که به عنوان مخالفین توافقنامه امنیتی میان کابل واشنگتن مطرح میشن و این سوال را مطرح میکنن که اگر قرار می بود فرضیشون هی است که ما غلام حلقه و گوش به اون اصطلاح عام آمریکایی ها میشیم، چرا همین غلامی را از شوروی پیشین را قبول نکردین که حالا بیایم آمریکایی ها را قبول بکنیم؟ به عنوان سوال آخر، البته ببینیم که این سوال میشه مشخصا نمیتونم جواب داد. در مقایسه ما بین شوروی و امریکا، اولا قرار نیست که کس غلام باشه، چون این مردم هویتشان استقلال طلبی و آزادی خواهی است. اگر این را به چالش بکشین دیگه افغانستان چیزی برای افتخار نداره و به همین خاطر است که جهاد به عنوان روشنترین و برجسته ترین عصر تاریخی افغانستان بوده و این به دلیل همو استقلال طلبی و بریشه های ملی کشور است. بنان هیچ کس قرار نیست به دنبال نوکری باشه، اما فراموش نکنیم که شوروی ها به اشغال آمدن در حالی که امریکایی ها به یک حرف امیر رئیس جمهور مشروع و قانونی امیر کشور منتظر هستن. اگر او بخواه که امریکایی ها خارج هن معطل نمیکنه، اونا نظام دموکراتیک در واقع حمایت میکنه در حالی که اونا در واقع یک نظام سرکوب کرده، اونا مردم هم میکشتن در حالی که اینا فرصت های حضور مردم در قوانین در واقع تصریح میکنه. یعنی با پوزش، یعنی واقعا شما فکر میکنین که اگر رئیس جمهور نبگوی آمریکایی‌ها اینجا را ترک میکنن؟ به نظر من اونا تا مثلا در عراق همینطوری شد، هرات در عراق منافع بیشتر از این داشتن. ببینین عراق نصف نفت دنیا را داره، بزرگترین ذخایر گاز داره، موقعیت استراتژیک به خاطر اسرائیل، به خاطر آمریکا، برای مهار ایران هم رو که تخلیه رها کردن قطعا افغانستان هم. اما قطعا گزینه اولشان خروج نیست، ترجیح میدن اینجا باشن با حوصله مندی، اما اگر در نهایت خطوط سرخشان که در واقع در تعریف یک قدرت بزرگ امپراتوری گونه آمریکا خطوط بسیار برجسته است، اگر اونا زیر سوال قرار بگیرد در اون صورت آمریکا به صورت قطع خواهد رفت. سپاسگزارم آقای بریالایی، از شما متشکرم.